خب بچه رسیدیم به ترک پنجم از آلبوم خفن خودها از بهرام، اسم ترک گمه، با پروداکشن اشکان موسوی. به شدت مشتاقم ببینم چطوری هست و اینکه من راجبه فکر کنم آلبوم گوزنم این صحبت کردم، بعضی از این تایما ما باید واقعا خدا رو شکر کنیم که زنده این و به صورت زنده، یعنی هیت آف ده مومنت آهنگار داریم گوش میدیم. حالا من اینجا ریاکشن میرم با هم داریم گوش میدیم و تاریخا داریم زندگی میکنیم. مثلا آلبوم گوزنم وقتی اومد قشنگ یکی از بولدترین اتفاقای رپ فارسی به نظر من. الان این آلبوم به نظر من واقعا تا الان آلبوم خیلی خفنی بوده. سری بریم و بیایم و ترک پنجم با هم گوش بدیم. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسی. خب بچه ها بریم سخت این ترک گم، ببینیم که چطوری ها. 3 دقیقه 10 ثانیه Let's go. بچه ها طبق معمول اگه دوستانی اسپانسر ریاکشن به کل آلبوم، حالا چه آلبوم بهرام چه شایعه چه هر کسی باشید، به پرهام پیام بدید که هماهنگی ها رو انجام بدید. Let's go. در اومد از پشت کوه، دیدم تیکه تیکه افتاده رو زمین، گوشت خوک بوی باروت آسمان. دفعه دومه که داره رفرنس خوک رو استفاده میکنه و روی کاورم که اصلا هست دیگه، اینجا دماغش رو، این هم فکرم دوتا گوشت خوکه دیگه. کوه دیدم تیکه تیکه افتاده رو زمین، گوشت خوک بوی باروت آسمون، مهالود پوک پوک گو لوله ها رو زمین، رو آینه ها قطره ها. چه بهار گلوله رو این چطوری گو لوله ها آسمون، مهالود پوک پوک گو لوله ها رو زمین، رو آینه ها قطره های خون خس. آینه هم یکی از چیزایی که داره تکرار میکنه و اصلا این ترک داره آینه ها بهش میره. مهالود پوک پوک گو لوله ها رو زمین، رو آینه ها قطره های خون خس و خاشاک خاک و خل، عنکبوت تا در حال خوردن زنبورا رو گل، هرچی نور رخنه کرد این سیاهی تاب ورد، هرچی گور شد بکن، هر چقدر شد توش جا بکن، هر چقدر شد توش جا بکن. من داشتم گور رو میکندم، دیدم یه چیزی زیر زمینه، جسد خوک اعظم پاره شده وسط سینه، منم دنبال تن میگشتم رفتم توش کسی نبینه، از این رو سیاهی. چه داستان فریکی و باحالی داره تعریف میکنه، میگه که من کلی گوشت خوک اون وسط افتاده بود، من رفتم دیدم و کلی قبرم بود، قبره رو باز کردم دیدم یه خوک اعظم اونجاست، منم میخواستم برم وارد یه بدن بشم. و اگه دقت کنی خیلی راجبه در واقع رفرنسمونه، کاورم همینی که صحبت کردیم، یه بدنیه، یه بدن آدمه که ولی توش انگار خوکه. خب یعنی حالا خوکه یا دیو یا هر چی که هست، کلا حیوانای زشتن کریهن. سات سین منم دنبال تن میگشتم رفتم توش کسی نبینه، از این رو سیاهی خستم، میپوشم هرچی تو تنم میره، دیدم تنم جا میشه، جفت دستام داره پا میشه، کلش پوشیدم و دیدم چشمام داره بینا میشه، توش پنهان کردم هستیمو، فراموش کردم همه چیمو، روی پا میچرخم میرخصم میخونم بلند اینو. کمک کنین کمک کنین، من کشتم همه رو، از نظر ها پنهان شدیم همه تو این بدن ها، پیدا کنین من برمیگردم گم میشم. ببین این بهرام چقدر خفنه، پشمام واقعا ریخته، بزنیم عقب. دیده بودی اینطوری کورس بخونه و فکر کنم این خوک است که الان داره حرف میزنه. اینو کمک کنین کمک کنین، من کشتم همه رو، از نظر ها پنهان شدیم همه تو این بدن ها، پیدا کنین من برمیگردم گم میشم منو، من برمیگردم برمیگردم گم میشم منو. کمک کنین کمک کنین، من کشتم همه رو، از نظر ها پنهان شدیم همه تو این بدن ها، پیدا کنین من برمیگردم گم میشم منو، من برمیگردم برمیگردم گم میشم منو. من بی نیاز از افشای پشت پرده هام، چون حقیقت تو سکوت عمیق دره هاست، و میگم از این به بعد مرز من و شما کجاست، نعره تنها راه گفتگو با درنده ها، خستم از این لعنتی از دنیای صنعتی. یعنی همون جواب خودشون خودشون، یعنی درنده ها وقتی نعره میکنن تو هم جوابشون رو به همونطوری بدی. گو با درنده ها، خستم از این لعنتی از دنیای صنعتی، خستم از فرو شدن لای چرخ دنده ها، از خودی و اجنبی، از زمان و از زمین، خستم از این که باشم جز شرمنده ها، از راه کردنم به در، از در کردنم برون، فریاد تیز زدن بلند نرفت در سرم فرو، خورشید مونده پشت ابر، تا تش تا دم غروب، سایه
های روسیاهو جمع کردم زود توی گروه، گفتم که ما بی بدن کلن نداریم وجود، به ازای هر سایه یک جسد هست اگه کنیم این خاک و زیر و رو بالا به یه تیز آینه هاتون بشکافید دونه دونه خوک، تنها بدن خاک و زیر و رو بالا به یه تیز آینه هاتون بشکافید دونه دونه خوک، تنها بدن مشروع، تنها بدن موجود. کمک کنین کمک کنین، من کشتم همه رو، از نظر رو پنهان شدیم همه تو این بدن رو پیدام کن. چقدر چایی مریض و باهایی اینم برمیگردم گم میشم من رو، من برمیگردم برمیگردم گم میشم من رو. کمک کنین کمک کنین، من کشتم همه رو، از نظر رو پنهان شدیم همه تو این بدن رو پیدام کن. اینم برمیگردم گم میشم من رو، من برمیگردم برمیگردم گم میشم من رو. خوبی بهرام اینه که چیزای پیچیده رو یه جور میگه که هم پیچیده است هم در کنارش ساده است. یعنی مثلا من مشکلی که مثلا با فرشاد داشتم اینه که خیلی خفنه کاراش ولی سخت فهمیدنش، بعد چند بار عمیق بشنوی. بهرام سخته، سنگینه، ولی بار اولی که گوش میدی یه سری چیزای سطحی ها حداقل میگیری که داستان چیه. و این ترکش هم فضاسازی باحالی داشت، هم فیلمی بود، دیالوگ توری بود، کورس عجیب غریبه که اصلا میگم فکرش هم نمیکنم بهرام بیاد اینطوری کورس در بیاره. و در کل میتونم میگم تا الان عجیب ترین ترک آلبومم بوده، ترک گم. و یه جوری هم کلن اون داریم تازه وارد داستان میشیم که آلبوم راجبه چیه و اون کاور آلبوم داستانش چیه. حرف دیگه ندارم بچه‌ها راجبه این ترک، حتما مطمئن باشید که سابسکرایب کرده باشید که ترک های بعدی که ریاکشن میرم از قافله جا نمونید. حرفی دیگه ندارم، لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدئوی بعدی. زن زندگی آزادی. صدا رو کشتن گفتن دشمن، ندا رو کشتن گفتن دشمن، فقیر رو کشتن گفتن دشمن، حدیث رو کشتن گفتن دشمن، فردا رو کشتن گفتن دشمن، مهسا رو کشتن گفتن دشمن، نیکا رو کشتن گفتن دشمن، ایران رو کشتن گفتن. وقتی جنگ بین سیاه سفیده، سر من بره تنم از ایران نمیره.